چند وقت پیش یکی از دوستای افغانستانی منو شام دعوت کرد به خونه‌اش و گفت غذایی برات درست میکنم که تا به حال توی عمرت نخورده باشی. و واقعا هم همینطوری بود. ازش خواهش کردم که دستور پخت این غذا رو به من بده تا با شما رفقا یوتیوبی من به اشتراک بذارم، که نتیجه شد این ویدیو. پس یادت نره مثل همیشه اول این ویدیو رو لایک کنی و اگه تازه کانال منو میبینی سابسکرایب کنی و بریم سراغش. مواد اولیه زیادی نیاز نداریم. سیب زمینی، پیاز و سیر، گشنیز و فلفل دلمه ای. همینطور برنج ایرانی نیمدانه ای که گذاشتم خیس بخوره و 300 تا 350 گرم گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی. برای شروع یه دونه پیاز درشت رو بدون اینکه تهش رو بزنم رنده میکنم. میتونین اینا رو بریزین توی غذاساز و مثل من عذاب نکشین. بعد از پیاز سیر و بعد از سیر یک سوم فلفل دلمه ای، زیاد نشه. فلفل دلمه ای که رنده کردم بچه داشت، دلم براش سوخت. البته بعد از دیدن این عکس از تولد سیفی جاد کلا نظرم عوض شد. به هر حال آب پیاز رو میگیرم و میریزمش توی همون ظرف. به همراه گوشت، اینم یه دسته گشنیز تازه است که ساتوریش میکنم. به عنوان ادویه بهش زردچوبه اضافه میکنم، فلفل سیاه و نمک. اگر دوست داشتی خودتو تحویل بگیری و خوشمزه تر بشه، کمی فلفل قرمز و پودر تخم گشنیز، همون ادویه‌ای که دوستم تاکید میکرد حتما استفاده کنم. گوشتو 5 دقیقه ورز میدم تا کاملا یک دست بشه. و چه وقتی میفهمیم کافیه ورز دادن؟ وقتی که اطراف ظرفمون چربی ببنده. یه تیکه از گوشتو بر میدارم و کف دستم بهش فرم میدم. هر جوری که بلدین، به سبک همون کتلتای قدیمی مامانا. بیزارمش فعلا بره توی یخچال تا سرد بمونه. مرحله بعدی دو تا سیب زمینی رو پوست میگیریم. به تکه های کوچیکتر برشش میدیم. خیلی هم کوچیک نباشه. بریم روی اجاق گاز. توی تابه کمی روغن میریزم. بعد از اینکه روغن داغ شد، تکه های سیب زمینی رو میچینم. دقت کنیم که نیازی نیست ما توی این مرحله سیب زمینی رو کامل بپزیم. همین که روش طلایی بشه کافیه. برشون میگردونم اون طرف دیگه شونم خوش رنگ بشه. بعد از حدود 8 دقیقه از توی روغن درشون میارم. میریم سراغ گوشتا. گوشتارم هر طرفشو بین 2 تا 3 دقیقه سرخ میکنم تا کاملا تغییر رنگ بده و برشته بشه. چه خوش رنگ شد. یه جورای شبیه آدانا کباب ترکی هم هستا که قبلا آموزش دادم بهتون. خب گوشتارم دیگه در میارم از توی تابه. این روغن اضافه‌رم میریزم بره دور. کف تابه‌رم تمیز میکنم. دوباره توی همون تابه 25 گرم کره میریزم. کره عطر داره، خیلی خوشمزه میکنه غذا رو. روی کره تکه های سیب زمینی رو میچینم. چه رنگی داره این سیب زمینی ها. روی تکه های سیب زمینی گوشتا. حالا یه لیوان آب جوش اطرافش اضافه میکنم. درشو میذارم بره روی شعله کوچولو. 40-50 دقیقه به آرومی بپزه. برای درست کردن برنج کته در کنارش، برنجی که خیس کرده بودم و میریزم توی قابلمه. از همون تکنیک یک بند انگشت استفاده میکنیم. بهش نمک اضافه میکنم و فرصت میدم تا به جوش بیاد آب. جدا کردن کف روی برنج باعث میشه برنجمون خوش رنگتر، براق‌تر بشه و بهتر قد بکشه. درشو میذارم که آبش کشیده بشه. حرارت تقریبا زیاده. حالا حرارت رو کم میکنم، 10 گرم کره اضافه میکنم و هم میزنم. دوباره درشو میذارم بره روی شعله کوچیک با حرارت کم 40 دقیقه دم بکشه. برنج آماده شد.
اینم کبابایی که داره قلقل میکنه و آماده است و اینم نون مزاری که خودم درست کردم و اینم منم که ذوق دارم. برنجو برمیگردونم توی ظرفم. به به، عطرش خونه رو گرفته. اینم سیب زمینیایی که با کره پخته و طعمش واقعا خداست. اینم تیکای گوشت که به نظرم از کباب دیگی خودمون هزاران برابر خوشمزه تره. و اینم کره کفش. وای محشره. باید درستش کنیم. به همراه ترشی سیر و سالاد شیرازی. اینم یه نون مزاریه که حسابی خوشمزه است و نیاز به آرد خاصی هم نداره. این نونم خودم درست کردم. اگر دوستان یاد بگیرین حتما توی کامنت ها بهم بگین. کشورهای همسایه ایران مثل افغانستان دستور پخت غذای خوشمزه‌ای دارن که با ذائقه ما ایرانی‌ها هم سازگاره و دقیقاً این یکی از همون غذاست که امیدوارم درستش کنین و واقعاً لذت ببرین. اگر شما هم دستور پخت همچین غذایی رو بلدین حتما توی کامنت‌ها برام بنویسین، میریم سراغش رو درستشون می‌کنیم. این از اون غذاییه که حتما باید درستش کنین. آره از این نونه براتون بگم. این نونه واقعا معرکه است. این نونو برداری یه تیکه از این کباب بذاری و یه تیکه از این سیب زمینیه، یه دونه هم سیر بذاری اینجا و دیگه تمامه.